عرقیات افغان گلچکان و عطاری اربابزاده شما را به تماشای این برنامه دعوت می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون استقلال که برنامه طبیبانر تعقیب میکنین. به ادامه بحث های گذشته ما در رابطه با مسائل خون، مریضی های خون، امروز به بحث تسلب شرائین یا انسداد یا بسته شدن شریان ها مطالب خدمت شما عزیزان به عرض میرسانم انشاءالله با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تسلب شرائین از نظر علمی یا بسته شدن و یا انسداد رگ‌ها علت و دلایلی داره که دلایل اون رو اول بررسی میکنیم و به شما معلومات میدیم و بعد پیشگیری و روش درمان. علت‌های تسلب شرائین بستگی به نوع غذا، شرایط محیطی و شرایط زندگی انسان ها داره. چون یکی از مریضی هایی هست، این مریضی که دامنگیر اکثری از جوامع بشر هست. چری به این مریضی مبتلا میشین ما و دلایل هایی که داره و علت هایی که داره. علت های به وجود آمدن این مریضی مصرف بیش از حد و بی‌رویه غذاهای سرخ کردنی و چرب و دوری کردن از مواد غذایی که فیبر گیاهی داره باعث میشه که ما به این مریضی مبتلا بشیم، یا کسانی که به اصطلاح از ورزش به دورن و استراحت طلبن، استراحت طلبی میکنن، ورزش نمیکنن و غذا هم به طور مرتب در سه وعده غذا از مواد پروتئینی و نشاسته‌ای استفاده میکنن، اینا بیشتر به این مریضی مبتلا میشن. به خاطر چی؟ به خاطر ای که وقتی مصرف مواد غذایی که سوخت ساز و مد نظر گرفته نشه و چربیایی که استفاده میشه به بدن نسوزه، به اصطلاح دفع نشه، اینا به صورت رسوبی باعث ایجاد انسداد رگ میشه. ما سعی میکنن از اصطلاحات علمی از این به اصطلاح پریز کنیم، ساده صحبت کنیم تا متوجه بشن عزیزانی که میخوان پیشگیری کنن و به این مریضی تسلب شرائین یا بسته شدن رگ دچار نشن و از یک جهت هم روش درمان ساده تر بشه بر اینا. کسانی که از گوشت لن تمام زمستان را استفاده میکنن و یا از مواد غذایی چرب و یک عده از جوانایی هم که امروز ما وقتی اینا رو بررسی میکنیم به باشگاه های پرورش اندام میرن، به اینا پیشنهاد میشه که شما از مواد غذایی پر کالری و پر انرژی استفاده کنن. یکی از مواد غذایی که بیشتر به اینا پیشنهاد میشه پاچه گاو یا کله پاچه یا مصرف جگر. خب هر سه این مورد اگر کسی بیرویه مصرف میکنه و یا تخم مرغ به چند نوع مریضی مبتلا میشه در بحث تسلب شرائین. از یک طرف چون مواد چربی قلم گاو یا به اصطلاح پای گاو بسیار ثقیل و سنگینه، به سادگی از جریان خون توسط کلیه ها دفع نمیشه، این رسوب میکنه و به اصطلاح ساده بگیم چربی و لایه‌ای به رگ‌ها رسوب میکنه و باعث مریضی تسلب شرائین میشه. هر چقدر هم که ورزشکار باشه ورزش هم بکنه اما عوارض به جا میگذاره. عوارضی که تسلب شرائین به جا میگذاره ناراحتی‌های قلبی. چند علائم داره کسی که به تسلب شرائین دچار هستن، چند علائم داره اینا. اول حالت گیجی و بی‌حوصلگی، فراموشی.
چون اعصاب درست کار نمیکنه و رگهای خونی که به اعصاب سوخت میرسانه و جریان خون به اعصاب جریان کامل میده، به مشکل دچار میشه به اثر رسوب مواد چربی. به انگام مطالعه کردن و یا کارهای فکری درست به اصطلاح مغز کارایی نداره و به فراموشی و یا کم حافظگی دچار میشن. حالت خورفتگی دست و پا، گرفتگی های عضلانی در هر سن، به خصوص جوانا متوجه میشن که یک روز فرزن اگر یا ورزش نمیکنن یا ای که ناخداغا رو سندلی ششتین یا راحت رو زمین، از جا خبر میخزه میبینه که کشاله ران یا پشت پا حالت گرفتگی ایجاد میشه. اینا علائم مریضی تسلب شراینه یا دست و پا خو میره، به اصطلاح خورفتگی دست و پا، مرمور شدن اندام به خصوص اندام تحتانی بدن، تسلط کامل نداشتن روی راه رفتن و علائم خاص دیگه که به مرحله حاد میرسه. کسی پیاده روی میکنه روزانه یا به طور طبیعی یا غیر طبیعی، اگر مثلا از وسیله نقلیه استفاده نمیکنه، پیاده روی دوست داره و از خانه تا محل کار پیاده بره، به بین راه میبینه که پشت پا گرفت، پشت پا معمولا میگیره، پشت زانو و یا ساق پا درگیر میشه میگیره، به مرحله میرسه که توانایی نداره راه بره دیگه، یک لحظه مکس میکنه، استاده میشه، پا خور ماساژ میده یا اینکه بالاخره پا خود تکون میده، میبینه که خون جریان پیدا کرد، درد آزاد شد، دوباره راه میفته، بازم به موقع راه رفتن حد راهی که میره باز دوباره به این مشکل دچار میشه. اینا مراحل پیشرفته تر مریضی انسداد شریان و خون یا تسلب شراینه. و تغییر رنگ به طور غیر طبیعی، کسانی که به این مریضی دچار میشن رنگ اینا کبود و سیاهه، غیر عادی نسبت به دیگه کسای، فرض کنین از یک خانواده دو برادر یا مثلا سه برادر یا اعضای خانواده یک نفر فرض مثال بین اینا بیروی از این غذا مصرف میکنه و در ضمن حتی چهره از این هم تغییر میکنه، در حالی که چند سال پیش مثلا این چهره و این پوست نداشته. تغییر چهره پوست به غیر طبیعی، اینا علائم انسداد شریانیه، چون خون درست به پوست نمیرسه و پوست حالت اصلی خود تغییر میده. این هم یک نوع مریضی تسلب شراینه. پس علائم اینا این موضوعاتی بود که به شما گفتیم که باید جلوگیری کنه از مصرف غذاهای پرچربه. و اما برای درمان و یا پیشگیری ای باید چی کنه؟ برای پیشگیری از این مریضی و ایجاد این مریضی، از مصرف سبزیجات و مواد غذایی که ویتامین سی زیاد داشته باشه باید استفاده کنه. ویتامین سی در بحث تسلب شرایط باید خیلی جدی بگیریم، چون اگر کسی از مواد ویتامین سی بدن او ضعیف باشه، به این بحث ما در رابطه با تسلب شرایط یا فشار بالا هم ایجاد میکنه، چون طبیعتاً کسی که رگ به بدن او درست جریان نداشته باشه خون، به فشار بالا هم مبتلا میشه. و در ضمن تسلب شریان کلیوی که در بحث ما و شما هست، هم در رابطه با همین مصرف بیرویه ای غذاها که از او جمله تخم مرغ، تخم مرغ یکی از بدترین آسیبایی که به شریان ها میزنه، شریان های کولیر انسداد ایجاد میکنه که این وقتی این مشکل را ایجاد کرد به فشار کولیوی مبتلا میشه، یعنی مریض دائم دچار فشار بالا هست و چون از مصرف پروتئین بالا استفاده میکنه، تخم مرغ پروتئین بالا داره، پس نباید مصرف کنه. تعادل همیشه مد نظر بگیریم و اگر کسانی که میخواین از تخم مرغ استفاده کنن، هم سود کلسیومی او رو ببرن و هم عوارض ای را از بین ببرن. فرض کنیم در هفته دو یا سه مرتبه تخم مرغ که استفاده میکنین، حتما بادنجان رومی خام هم با او مصرف بشه. بادنجان رومی خام یکی از خصوصیاتی که داره به اصطلاح جلوگیری از تسلب شراین یا انسداد رگ میکنه، که ای کمک میکنه برای هضم کلسترول یا چربی تخم مرغ. تا
تخم مرغ به صورت آبپز و یا هاملت و یا نیمرو سعی کنیم استفاده نکنیم، و اگر استفاده میکنیم به این روش حتما از این مواد استفاده کنیم. و باز سیر، حداقل روزانه یک دو حب سیر به برنامه غذایی سیر خام استفاده کنیم، جلوگیری از تسلب شراین میکنه. به کنار ای از مواد غذایی که بیشتر ویتامین سی داره به شما چند مورد میگیم، یادداشت میگیرین یا چید میکنه. فصل کاهو بسیار کمک میکنه برای جلوگیری از تسلب شراین. میوه هایی که طعم ترش داره، تمر هندی و یا آلو بخارا، هر کدام اینا که به دسترس باشه به صورت نم کردنی صبح ناشتا 30 تا 40 گرم تا 50 گرم میتونین تمر هندی پاک تمیز بشورین، این شب نم کنین، صبح ناشته ای آب و گوشت تمر هندی استفاده میکنین. خسته تمر هندی نه، چون خسته خورده نمیشه. و یا عناب نم کرده، عناب نم کرده ای عناب، کاسنی، پرتقال اصلی، کیوی، میوه‌هایی که ویتامین سی بالا داره. از سبزیجاتی که به برنامه غذایی اگر بگنجانین و درست استفاده بکنین، سبزی به اصطلاح ما و شما هیرتیا کرپه، تازجست سبزی جعفری، مقدار لااقل 30 گرم در برنامه غذایی داشته باشیم، یا چاش یا شب. مقدار کمی با سبزیجات دیگه که میخورین سبزی جعفری هم داشته باشین. سبزی کرفس به برنامه غذایی. گوشتی را اگر استفاده میکنین، گوشت قرمز، گوشت گوسفند، بز، گاو، شتر، هر کدام اینا چون تقویت بدن باید بشه، اما به کنار این چربی کمتر داشته باشه که کلسترول بالا نباشه، به اصطلاح که بس رسوبی یا تسلب شراین ایجاد نشه. میتونین از هی گوشت استفاده کرده اما با قرمه سبزی، نه گوشت تنها، نه سرخ کردنی، نه به اصطلاح یخنی، اینا نباید استفاده کنیم. غذا باید غذای سبک باشه و گوشتی که استفاده میکنیم همه نوع گوشت با سبزیجات و به مخلوط با یه خورش یا غذایی که استفاده میکنین، از گرجه سبز و یا لیموی خشک یا تازه، هر کدوم اینا که طعم ترش داشته باشه به اصطلاح و ویتامین سی مواد غذایی باشه، این کمک میکنه برای جلوگیری از تسلب شراین. بعد از یک وقفه کوتاه ادامه بحث به شما تشریح میکنم. به ادامه برنامه ایزان خوش آمدید. بحث ما در رابطه با برنامه تسلب شراین هست، یعنی انسداد رگ‌ها به اثر مصرف غذاهای پرچرب و پر انرژی و نساختن این مواد به وجود که علائمی هم ذکر شد. اما پیشگیری کردن هم روش مصرف از سبزیجات و میوه‌جات، به خصوص میوه‌جاتی که طعم ترش داره. اما برای درمان ای اگر خواسته باشیم شما به عنوان دارو استفاده کنین، از چی داروهایی برای درمان تسلب شراین استفاده میکنین؟ ترشی سیر یا ترشی پیاز سرکه سیب و سرکه انگور طبیعی، نه سرکه‌های که کارخانه جرمش است، سرکه طبیعی. صبح ناشتایی 1/4 گلاس سرکه، 3 قسمت آب. صبح ناشتا با 1 دندان سیر خام. اگر کسانی که طبیعتاً کسانی که کلسترول دارن فشار اونا هم بالایه، یا تسلب شراین دارن فشار اونا هم نامنظم بالایه، پس میتونن دو کارو بکنن، با مصرف سرکه و 1 حب سیر خام صبح ناشتایی هم تسلب شراین را از بین ببرن، هم ضد کلسترول که مریضی
کلسترول خون را هم درمان میکنه و در ضمن کسانی که فشار بالا هم دارن استم ریزی در بس سیستم گردش خون این مواد از بین میبره. سرکه، سرکه طبیعی یا آب غوره طبیعی و یا آب لیموی طبیعی باشه، هر کدام از اینا که باشه به دسترس میتونین صبح ناشتایی استفاده کنین. از سرکه پیاز و سرکه سیر هم روزانه به برنامه غذایی میتونین مصرف کنین با غذا. به عنوان دارو که خواسته باشین استفاده بکنین، شبید یا شبید خشک شده از خود گیاه و یا تخم شبید، هر کدوم اینا که به دسترس داشته باشین. تخم شبید، چای سبز، چای سبز اصلی، نه چای های سبزی که رنگ کرده است و به نام چای سبز به بازار می فروشن، چای سبز طبیعی که طعم تلخ هم داره. چای سبز طبیعی طعم تلخ داره. با مقدار لیموی خشک و یا لیموی تازه، اگر لیمو تازه هم موقع خوردن چای به اصطلاح به داخل چای بندازنیم، یا لیموی خشک با پوست کوبیده شده، میزان که زیاد چی نباشه مخلوط میکنین. از این چای که استفاده میکنین ضد تصلب شرائینه. این مصرف این چای باز در بحث کلسترول بالا هم کمک میکنه. کسانی که کلسترول خون اونا بالا هست، کلسترول خون رو هم پایین میاره. و یا اگر کندی چرخش خون دارن، یعنی خون به بدن اونا کنده، باعث ضعف و سستی بدن میشه، این کار رو هم به اینا انجام میده و به اصطلاح مریضی اینا رو درمان میکنه مصرف این چای. باز به عنوان دارو اگر میخواین استفاده کنین به بحث کلسترول بالا یا انسداد شرائین، که این نسخه هم چند کار به سیستم وجودی میکنه، معمولا بیشتر به گرم مزاجا، چی گرم سر، چی گرم خشک و چی گرم تر، بیشتر این مریضی اگر اتفاق میفته، اگرچه تمام هر چهار طبع درگیر میکنه این مریضی، کسانی که بیرویه مصرف میکنن از مواد پروتئینی، اما این دو طبع بیشتر درگیر میکنه، به خاطری که طبع این چای هم سرد باشه دم کردنی و در ضمن مشکلات دیگه هم اگر به سیستم خون هست دفع کنه. تخم کاهو، تخم کاهو، تخم کرفس، تخم شوید، لیمو، لیموی خشک، چای سبز مساویانه با هم به مقدار مساوی از این چهار ترکیب قبل از هر غذا نصف قاشق غذاخوری در یک گلاس کلون آب یک دقیقه حالت سرجوش داشته باشه، نه جوش زیاد، یک حالت سرجوش، چونی به صورت دم کردنی مثل چای خورده نمیشه، به خاطر اینکه اگر مثل چای کسی دم میکنه میخوره تلخ میشه، مزه چی داره؟ همون لحظه استفاده کنه، یک سرجوشی میخوره، بعد که دم شد صاف کنن، آبی ایر استفاده میکنن، شمی و استفاده نمیشه. این دم کردنی چند کار میکنه به کسانی که تب گرم و خشک و تب گرم و تر دارن که به این مریضی تصلب شرائین مبتلا میشن. جدا از این که مریضی تصلب شرائین درمان میکنه، تسلب شرائین کلیوی هم درمان میکنه، یعنی به کلیه ها قدرت میده، شریان های کلیه صاف میکنه، پاک میکنه و کلیه ها کار اصلی خور چی میکنن انجام میدن، که باز خود کلیه وقتی به مشکل برمیخوره یا کم کار میشه، آسیب های به قلب و اعصاب و دیگه اعضای بدن هم میزنه، که مریضی به نام مریضی عرومی یا نقرس هم به وجود میآید. پس وقتی کلیه ها سلامت بود و درست کار کرد، رسوبات راحت میتونه از بدن دفع کنه و به این مریضی ها مبتلا نمیشیم برای بحث پیشگیری و مسئله درمان. اما اگر تسلب شرائین در بخش گرده یا کلیه اتفاق افتاد، علائمی که داره چی؟ علائم به این روشه، چون اینا با آزمایشات دقیق مشخص نمیکنه. با آزمایشات در بحث کلیه سنگ، التهابات، عفونت، کیست، ورم اینا رو متوجه میشن با آزمایش، اما
کمکاری کلیه ها با آزمایش ها مشخص نمیشه با آزمایش و به راحتی به وضعیت ظاهری مریض پیدا یکی به مریضی کمکاری کلیه دچار هست. علائمی که داره کمکاری کلیه در بحث امروزی ما تسلب شراین، پف کردن یا به اصطلاح باد کردن زیر چشم صبح از خواب بیدار شدن، در حالی که مریض هیچ کسالتی هم به وجود خود احساس نمیکنه، اما این علائم رو به وجود داره. یا ورم به قسمت ساق پا، اینا مراحلی هست که پیشرفته میشه. حالت خورفتگی دست و پا، کسالت، سردرد شقیقه ها، یعنی دو قسمت سر. خب توجه کنیم کجا درد میگیره به کمکاری کلیه، کسانی که کمکاری کلیه دارن، درست این قسمت دو شقیقه، هر دو طرف سر اینا درد میگیره کسل کننده. اگر هر چقدر این تسلب شدت بیشتر داشته باشه علائم بیشتر داره. علائم بیشتر از این چین علائمی که دیگه به مرحله میرسه که کلیه ها به اصطلاح کمکاری شدیدتر داره. حالت خمیری شدن ساق پا، یعنی چی رقم؟ انگشت مقذاریم رو عضله، فشار میدیم، مثل دنبه یخ کرده میشینه، سری بر نمیگرده به اصطلاح. این مریضی علائم کمکاری شدید کلیه ها هست که به این مریضی استسقاء لئیمی میگن از نظر طب سنتی، که کلیه ها چون کمکار هست، چربی و نمک و اورات خون نمیتونه بکشه، اینا نشست میکنه به قسمت تحتانی بدن. مریضی نقرس هم جزو این مریضی کمکاری کلیه ها هست. بی‌حوصلگی و خستگی های دائمی، اینا نشانه از تسلب شرائین کلیوی هست که کلیه ها درست خون رو تصفیه کرده نمیتونه و به این مریضی مبتلا شده. هر کدوم اینا مریضی خاصه. خوب گفتیم نقرس، روماتیزم، استسقاء لئیمی، ورم پا، ورم چشم، حالت خورفتگی دست و پا، سردرد بغل سر، حالت کسالت، اینا علائم انسداد شریان کلیوی هست. وقتی این مریضی اتفاق میفته این علائم رو نشان میده. این دردا که هر کدوم اینا اسم خاص داره ارتباط به کمکاری کلیه ها داره. این موضوعیه که شما باید مد نظر بگیریم که هر کدوم اینا که اتفاق میفته متوجه باشیم که کمکاری کلیه صورت گرفته و بس ما تسلب شرائین که برای رفع درمان ای باید کمک کنه. شما سوال داشتیم، سوال خور بکنیم. یعنی استاد در بحث تسلب شرائین فرمیده که نمیشده تمر هندی یا دیگه ترکیجات مثل سرگیسه استفاده بشه، بعضی ها التهاب معده پیدا میگه، با یه حساب تمر هندی چی چیز استفاده بشه که التهاب یا یه گرفتگی که در معده پیدا میگه از بین بره؟ گفتیم معمولا بیشتر به کسانی اتفاق میفته این نزوی تسلب شرائین که اینو تب اینا گرم و خشک یا گرم و تره، اما به دو تب سرد و تر یا سرد و خشک اگر اتفاق میفته این مریضی تسلب شرائین که اینا معمولا التهابات به معده اینا بیشتر هست، و یا در هر چهار تب فرض کنیم التهاب به معده هست، برای رفع این مشکل هم باید چیکار کنن؟ از تمر هندی یا میوه‌های ترش یا مثل لیمو که صبح ناشتایی استفاده میشه و یا تمر هندی و آلو بخارا اینا میتونن این چیکار کنن؟ با خاکشیر مخلوط کنن استفاده کنن. خاکشیر باز ای عوارض را از بین میبره و باز به برنامه غذایی از سبزیجاتی که تب گرم داره استفاده کنن، مثل سبزی شایی و ترتزب که خود او هم ضد تسلب شرائین کمک میکنه، و یا میوه‌جاتی مثل انگور، مثل گلابی یا امروت، توت،
اینا هم ضد تسلب شرایطه، هم ویتامین سی داره اینا، هم گلوکوز اینا، گلوکوز ما چیده، هم تب اینا گرمه که این میوه جاتر میتونه به برنامه غذایی داشته باشه، یا سیر که استفاده میکنه. پس این سردی از ایر چکار میکنه؟ کنترل میکنه، آسیب به معده نمیزنه. خب اگر کسی به این متوجه شد که کمکاری کلیه داره و کمکاری کلیه به اثر تسلب شرائین ایجاد شده، برید تقویت کلیه از چی چیز استفاده کنه که هم کلیه تقویت بشه و هم تسلب شرائین کلیوی از بین. به عنوان دارو کاسنی خشک، برگ جوز، خارخسک، بادیان طبیعی، گیاه گزنه، از هر کدوم مساویانه مخلوط به صورت چای دم کردنی، یک قاشق غذاخوری در یک لیتر آب جوش به داخل ترمز یا فلاکس دم میشه و حداقل نیم ساعتی خوب دم ببره، دم کشه، بعد از نیم ساعت مصرف شه به جای چای سیاه و سبز. هم کلیه رو تقویت میکنه، هم خون رو تصفیه میکنه و هم از انسداد یا تسلب شریان کلیوی جلوگیری میکنه و درمان میکنه. بعد از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه برمیگردیم انشاءالله. به ادامه برنامه ایزان خوش آمدید. به دنبال بحثمون در رابطه با تسلب شرائین بود که مطالب رو به شما گفتم. اما چند نوع گیاه طبیعی ما به هرات داریم که اینا رو میتونین برای پیشگیری و درمان همین تسلب شرائین یا گرفتن شد به اصطلاح رگ های به بدن استفاده کنیم که من به شما گیاه ایریتی خود ما معرفی میکنه. از جمله یکی از گیاه هایی که فراوان هم هست برگ درخت بنوشه، به صورت دم کردنی میتونین استفاده کرده، یا گل طاووسی. به هرات گل طاووسی، چون خود گل طاووسی مربوط به کشور ما افغانستان نیه، از دیگه جا میارن پرورشی و داخل پارک هم هست، گلای زرد میکنه فصل بهار، چوبای به صورت سیخ داره، برگای ریز داره، به نام گل طاووسی، گلهای زرد رنگ میکنه. از این نوع گیاه میتونین برای هر نوع تسلب شرائین و حتی انسداد مویرگایی که به قلب به مشکل دچار میشه میتونین از این دارو استفاده کرده، اما به مقدار کم. از گل اگر استفاده میکنین، یک قاشق چایخوری از گل خشک به داخل دو گلاس آب جوش ایردم میکنین، این دو تقسیم میکنین، یعنی یک گلاس صبح یک گلاس شب، نزیاد. یک روز در میان از گل طاووسی برای جلوگیری و درمان تسلب شرائین و به خصوص تسلب شرائین قلب هم بسیار کمک میکنه، داروی موثری هم است، اما میزان مصرف این زیاد نباید باشه چون خطرناکه. از یک قاشق چایخوری، نه قاشق غذاخوری، بیشتر نباید مصرف بشه. یا از چوبان و چوب ساقه ایر که به این روش میتونیم استفاده کرده. این گل طاووسی چند کار میکنه به وجود؟ روماتیزم هم که به اثر خرابی خون باشه، چون روماتیزم مجموعه از چندین نوع مریضیه که هر کدوم اینا راه خاص درمان خود خورداره. باز هم چون بحث ما بحث تسلب شرائین هست که گفتیم تسلب شرائین کلیوی اگر اتفاق میفته کلیه ها کم کار میشه و وقتی کلیه کم کار شد چند نوع روماتیزم هم به وجود ایجاد میشه که بازم در رابطه با بحث ما ارتباط داره که ما به شما معرفی میکنیم. از گل طاووسی شما میتونین به این روش استفاده کرده، هم روماتیزم رو درمان میکنه و هم
کلیه ها رو تقویه میکنه و هم پاکسازی خون در کل میکنه و در ضمن شریان های قلب هم که به مریضی به انسداد دچار شده به بحث تسلب شرائین باز میکنه. اما میزان مصرفی بسیار شرط به تاکیدن ما تاکید میکنه که هر کس نباید خودسرانه هم مصرف کنه، فقط مو یک قاشق چای خوری یک روز در میان در دو گلاس آب. و چوب اور میتونیم شما چوب و برگ اور نرم کنین، چوب و برگ میتونین بیشتر استفاده کرده، از چوب و برگ میتونین اون نرم کنین، به سایه خشک کنین و به صورت دم کردنی به طور مرتب روز یک گلاس استفاده کنین. این دو مورد از گیاهایی که به هرات میره. اما گیاه دیگه به نام سرو کوهی یا سرو پنجه‌ای هم هست، به سرو خمره‌ای هم میگن، چند اسمه. میتونیم شما از سرو خمره‌ای هم برای رفع مریضی تسلب شرائین استفاده کنین، اما از این میتونیم به صورت تازه برگ تازی استفاده کنیم. دو دانه از برگ تازی میگیرین، میشورین پاک تمیز، بعد با سه گلاس آب میجوشونین یکی دو دقیقه آروم جوشیده شه. چون طعم تلخی داره ای، باید با لیمو یا یک مواد دیگه غیر از شکر، از لیمو باشه بهتر، آب میوه دیگه چیز باشه بهتر، با او مخلوط میکنین. این سه گلاس به سه وعده استفاده میکنه، امی دو دونه برگ سر و خمره ایر. و یا کلمبرگ، خود کلمبرگ سرخ یا سفید، هر کدومه که به دسترس داشته باشین، این رو به سرکه میخوابونین، نرم رنده میکنین، به سرکه میخوابونین، سرکه طبیعی، شب تا صبح. چاش و شب قبل از غذا مقداری رو استفاده میکنه. مثلا 100 گرم کلمبرگ شما شب به سرکه خوابوندین، نم کردین به اصطلاح، فردا چاش قبل از غذا، نصف قبل از غذا میخوریم چاش، نصف شب میخوریم، باز شب دوباره کلمبرگ با سرکه نم میکنیم، باز فردا به ایر بهش استفاده میکنین. به ایر رو بسیار کمک میکنه برای رفع تسلب شرائین. و از گیاهای دیگه ای که باز ما به هرات داریم برای تسلب شرایط کمک میکنه، درخت بهرات، به او میگن درخت پده، از چوب و برگ و سرشاخه های نازک رو میتونین استفاده کرده، چون این ضد رسوبه، اینا رو باید جوشانده بشه. سرشاخهای نازک رو جمع میکنین، نرم میکنین، بعد موقع نیاز میتونین یک قاشق غذاخوری باز دو گلاس آب، اینا رو آروم دو یک دو دقیقه جوشیده شه. موقع خوردن لیمو هم با اون مخلوط میکنه، و اگر لیمو تازه به دسترس نداشتیم، به موقع جوشیدن یک دو دونه لیموی خشک هم با این مخلوط میکنین. آب ایر ناشتایی مصرف میکنه، خیلی کمک میکنه برای رفع تسلب شرائین. و یا عرق خارشتر و کاسنی هم ضد تسلب شرائینه. دم کرده آبشن، عرق نعنا هم ضد تسلب شرائینه. اینا رو میتونیم شما یادداشت بگیریم، عرق نعنای طبیعی، اینا هم ضد تسلب شرائینه که به برنامه غذایی داشته باشیم. و یا اگر خواسته باشین برای پاکسازی بدن و خون در بس فشار خون، چربی خون و تسلب شرائین که اینا هم با همدیگر ارتباط داره، میتونین استفاده کرده کلم چیز ترب سفید نرم کنین، 200 یا 300 گرم ترب سفید با یک لیتر آب بجوشونین. موقع خوردن که آب زیر استفاده میکنین، قبل از هر غذا یک گلاس لیمو هم با این مخلوط کنین. و یا اگر لیمو به دسترس نبود، با جوشانده تور میتونین سبزی جعفری هم بجوشونه. اینا داروهایی که به سادگی به دسترس میتونیم داشته باشین استفاده کنین، برای تسلب شرائین کمک میکنه. اما در کنار این باید پرهیز کرد از مصرف چربیجات. و اگر کسی مشکل قبضیت معده داره و این قبضیت معده هم باعث میشه که به مرور مصرف مواد غذایی هم هست، به این مشکل تسلب شرایط گرفتار بشه،
اول باید قبضیت معده در بحث تسلب شرایط از بین برد، یعنی قبضیت معده نداشته باشه. گل گلاب با ماست رفع قبضیت معده میکنه. بازگیاهی که میتونین دو کار را از او به اصطلاح بگیرین، سبزی اسفناج، سبزی اسفناج رو با آپس کنه به اصطلاح، خالی استفاده کنه، یعنی بدون نان، نیم ساعت یک ساعت قبل از غذا 200 گرم حداقل 100-150 گرم از پخته کرده سبزی اسفناج بدون نان استفاده کنه، هم مدر سبک میکنه، هم ضد تسلب شرائینه. اما اگه کسی فشاری بالا هست، چون سبزی اسفناج آهن بالایی داره و در زمین به بعضی ها که فشار بالا دارن، و یا از سنگ کلیوی، سنگ از نوع کلسیومی دارن، سبزی اسفناج چون سنگ سازم هست، چه کار باید بکنن که هم از این سبزی بهره بگیرن برای رفع دو مشکل و هم رفع مشکل تسلب شرائین بکنن؟ چون ممکن داره یک مریض یک وقت به چند مریضی سنگ کلیه مثلا داره، فشار داره، تسلب شرائین هم داره، حالا تسلب شرائین رو میخواد چکار کنه؟ با این دارو یا این برنامه غذایی درمان کنه، اما از یک طرف هم سنگ کلیه هم میخواد که بسیار دوچار سنگ کلیه نشه، پس باید چکار کنه؟ همین سبزی اسفناج که هم آهن داره، تقویت بدن میکنه و هم معده سبک و روان میکنه و در ضمن در بحث تسلب شرائین هم کمک میکنه، ایر با چی استفاده بکنه؟ سبزی اسفناج با لوبیا سبز خیلی کمک میکنه، یا جوشانده لوبیا سبز. سبزی ها در طول سال هست، به فصل تابستان میکنه. جوشانده لوبیا سبز آب ایر استفاده کنیم با لیمو رفع تسلب شرائین میکنه. اینا داروها یا غذاهایی هست که بسیار کمک میکنه برای رفع این مشکل. اما کسانی که فرض کنین سن اینا بالاست، کسی سنی بالا هست، توانایی به تحرک نداره، به تسلب شرائین هم مبتلا شده، معمولا بیشتر به سن بالا از سن 40 به بعد به این مشکل دچار میشن. اگر این آدمای بزرگسال به این تسلب شرائین دچار میشن، چون تحرک ندارن که ورزش کنن، به ورزش سری مشکل از اینا رفع بشه، باید به اینا دو نوع به عنوان دارو تجویز کرد. یکی از داروهایی که به اینا تجویز میکنه مصرف شربت زرشک با دانه ریحان. مصرف شربت زرشک با دانه ریحان به صورت شربت صبح، ناشتا و عصر به دو عده مصرف میکنه، ضد تسلب شرائینه، به شرطی که شربت زرشک هم طبیعی باشه، نه آسانسی یا اسید صدیقی که داخلی میزنن با عنوان شربت زرشک و رنگ به مردم میفروشن. به برنامه غذایی هم حتما مواد غذایی که بیشتر فیبر گیاهی باشه مصرف بکنن، نه فیبر گوشتخواری. پس ما باید چکار کنیم؟ اول بحث پیشگیری هست. به جایی که بریم درمان کنیم، اول باید پیشگیری کنیم. که گفتیم مریضی تسلب شرائین، بیروی مصرف کردن از مواد چرب و ورزش نکردن و مصرف بالای تخم مرغ، جگر، اینا باعث میشه که به تسلب شرائین ما مبتلا بشیم. و از روغنهای پرچرب، روغن دنبه یا روغنای بعضی از روغنای نباتی هم که اینا روغن اصلی هم نمیشه گفت، مصرف اینا هم باعث ازدیاد چی میشه؟ انسداد شرائین میشه به بالا رفتن کلسترول. که ما باید به برنامه غذایی، از همه مهمتر برنامه غذایی فیبر گیاهخواری داشته باشیم، نه گوشتخواری. چون ازی بیشتر دیگه وقتم به ما اجازه نمیده. انشالله تا برنامه بعد شما عیزه رو به خدا میسپارین. انتقاد، پیشنهاد، نظری اگر هست، باز شماره زیرنویس برنامه با ما تماس بگیرین، انشالله پاسخگویی خواهم بود. با همکاری شما، به همکاری شما عزیزان ما نیازمندیم. اگر پیشنهادی هست، نظری هست، به ما ارائه بدین تا ما هم بتونین عیب و ایراد خود انشالله برطرف کنیم، بهتر و در خور شما عزیزان ارائه بتونیم داده. با صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.